گزارش هایی از درگیری های الانبار و تحولات عراق. شیوخ عشایر الانبار: توطئه‌ای علیه استان الانبار در جریان است. داعش وابسته به رژیم ایران و رژیم سوریه است که با پول عراق اداره می شود. به گزارش تلویزیون الجزیره، یک تانک متعلق به نظامیان مالکی در شهر رمادی توسط عشایر مسلح به آتش کشیده شد. فیلم این تانک بر روی اینترنت قرار دارد. الجزیره روز جمعه در گزارشی گفت علاوه بر الانبار، شورای نظامی انقلابیون در موسل و دیالی نیز تشکیل شده و خواستار پیوستن جوانانی که تجربه نظامی دارند شده است. شیخ رد سلیمان از شیوخ استان الانبار عراق گفت توطئه علیه استان الانبار در جریان است. داعش یک سازمان وابسته به رژیم ایران و رژیم سوریه است که با ارتش آزادی سوریه می جنگد. داعش و القاعده در ابو غریب زندانی بودند، اما هزار نفر از آنها را از زندان فراری دادند. داعش یک دروغ و ساخته اطلاعات رژیم سوریه و رژیم ایران است. حقوق نیروهای داعش با پول عراق پرداخت می شود. به گزارش تلویزیون رافدین، انجمن خطیبان و امامان مساجد بغداد در جلسه ای که روز شنبه برگزار کردند، حمایت خودشان را از مردم الانبار اعلام کردند. این انجمن به قاطعانه ترین شکل به شبه نظامیان جهت توطئه علیه نیروهای عشایر هشدار دادند. به گزارش الجزیره، سرلشکر ستاد نوری غافل الدلیمی، متخصص نظامی و استراتژیست عراقی گفت روحیه نظامیان مالکی پایین است، به خصوص که وقتی به عشایر می پیوندند با آنان رفتار خوبی صورت می گیرد. اگر ارتش وارد شهرها شود و ساختمانها را بگیرد، در این صورت تلفات زیادی به آنان وارد می شود. تانک و نفربر یک هدف بزرگ است و می شود با یک RPG 7 آن را منهدم کرد. به گزارش تلویزیون اورینت، لقاوردی نماینده پارلمان عراق از العراقی فاش ساخت دولت‌های بغداد و تهران زندانیان را در عراق فراری دادند تا به داعش در سوریه ملحق شوند. عیادلوی رهبر العراقی نیز گفت مالکی در فراری دادن زندانیان ابو غریب و تاجی و سایر زندان‌های عراق دست داشته است. زندانیان فراری با کارت‌ها و خودروهای آماده به سوریه فرستاده شدند و پرونده‌هایشان در وزارت دادگستری سوزانده شده است. به گزارش تلویزیون از سومریه، برت مکرک، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه گفت کشورش از دولت عراق برای روی آوردن به عملیات نظامی به شکل کامل حمایت نمی کند. به گزارش تلویزیون الحره، برت مکرک در دیدار با خبرنگاران گفت با دولت عراق به این تفاهم رسیده است که علاوه بر راه حل امنیتی، راه حلی برای اوضاع الانبار پیدا شود. مقاله پروفسور ریموند تنتر در فارن پالیسی: پیشنهاد رژیم تهران برای جنگ با القاعده در عراق شبیه پیشنهاد خاموش کردن آتش توسط کسی است که خودش به عمد آتش افروزی کرده است. رژیم تهران ادعا می کند که خواهان کمک به حکومت بغداد در نبرد با تروریست های القاعده است، ولی واقعیت این است که بروز بسیاری از خشونت ها در استان های سنی به خاطر حمایت و ترویج سیاست های فرق گرایانه نوری مالکی است که برای رسیدن به دور سوم نخست وزیری به طور فزاینده‌ای به رژیم ایران متکی شده است. در حالی که بسیاری در کنگره آمریکا مایل به فروش تسلیحات به عراق نیستند، دولت باراک اوباما با فروش 75 موشک هلفایر و هواپیماهای بدون سرنشین موافقت کرده است. اما کنگره ارسال هلیکوپترهای آپاچی را به تأخیر انداخت، زیرا حکومت بغداد ممکن است از این تسلیحات علیه دشمنان داخلی خود از جمله عشایر سنی که با القاعده و عوامل رژیم ایران می جنگند استفاده کند. رژیم تهران در حالی پیشنهاد ثبات سوریه را می دهد که خودش این کشور را بی ثبات کرده است.
رژیم تهران که وابستگان خود در عراق را نفوذ داده، پیشنهاد تسلیحات برای دفاع از عراق در مقابل القاعده را می‌دهد. در چنین قضیه یک چیز فاسد وجود دارد. پیشنهاد رژیم تهران برای جنگ با القاعده شبیه پیشنهاد خاموش کردن آتش توسط کسی است که خودش به عمد آتش افروزی کرده است. نیروهای امنیتی عراق کسانی را مورد حمله قرار می‌دهند که قول امنیت آنها را داده بودند. سه حمله توسط نیروهای امنیتی عراق و یا عوامل آنها به کمپ اشرف در ژوئیه 2009، آوریل 2011 و سپتامبر 2013 صورت گرفته است. در آخرین حمله 52 تن از ساکنین اشرف کشته شده و 7 نفر کماکان گروگان هستند. 4 حمله موشکی علیه کمپ لیبرتی در فوریه، آوریل، ژوئن و دسامبر 2013 صورت گرفته است. همدستی حکومت بغداد با رژیم تهران منجر به کشتار، گروگانگیری و حملات موشکی علیه مخالفان ایرانی شده است. آسوشیتد پرس، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، فروش هلیکوپترهای آپاچی و دیگر تجهیزات را به عراق متوقف کرد، زیرا نگران استفاده از آنها در سرکوب مردم است. سناتور رابرت منندز، دولت عراق باید با کنترل حریم هوایی خود از ارسال سلاح و مواد جنگی توسط رژیم ایران به سوریه جلوگیری کند. دستیاران کنگره گفتند سناتور منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، فروش هلیکوپترهای آپاچی و دیگر تجهیزات را به عراق متوقف کرده است، زیرا او نگران است دولت عراق این سلاح‌ها را به جای دفاع از ملت خود برای سرکوب استفاده کند. منندز و دیگر سناتورها همچنین خواستند دولت عراق کنترل سفت و سختری را بر حریم فضایی خود اعمال کند تا از ارسال سلاح و مواد جنگی توسط رژیم ایران به سوریه جلوگیری کند. به گزارش آسوشیتد پرس، دستیاران کنگره گفتند مسئله فروش سلاح به دولت عراق بعد از دیدار نوری مالکی از آمریکا معلق مانده است. سناتور منندز قبل از اینکه اجازه فروش هلیکوپترهای آپاچی و دیگر تجهیزات را بدهد، در جستجوی جوابهایی از وزارت خارجه و وزارت دفاع است که در مورد برنامه‌های دولت عراق در رابطه با استفاده از هلیکوپترهای آپاچی و همچنین کنترل فضای هوایی توضیح دهند.